کار مدنی هم نیاز داریم که مردم از هر تحولی من اعتقاد دارم که الزاماً باید از درون مردم باید باشه و با نگاه دقیق و فلورالیزمی که جامعه ایران داره. جامعه ایران یک جامعه متکثره از ملت‌های مختلف، قومیت‌های مختلف و همچنین ادیان مختلف تشکیل شده و ما حتی روستاهایی داریم که کنار همدیگه هستن و ولی لهجه هاشون فرق میکنه با همدیگه و موسیقی مختلف دارن، فرهنگ مختلف دارن اما اتحاد دارن، در این تکثرشون اتحاد دارن. ما در یک شرایط که بتونه تبعیض از جامعه ایران برچیده بشه، همه در سایه یک خودمختاری سیاسی قرار بگیرن و خودمختاری حقوقی قرار بگیرن که سرنوشت هر کسی برای روزگار زندگی خودش مؤثر باشه میتونه. این هم راهی نیست جز این که آگاهی مردم افزایش پیدا کنه، تبادل معرفتی بالایی در بین جامعه صورت بگیره، مردم مطالباتشون افزایش پیدا کنه و مطالبات تغییر خواهانه در مردم بیشتر شکل بگیره و نهایتا در یک مسیر خوب و یک مسیر کم هزینه، یک مسیر بدون خشونت ما بتونیم بهش در به تغییر دست پیدا کنیم. من به هیچ وجه شیوه های تغییر از طریق خشونت، از طریق دخالت خارجی، از طریق بیرون از ایران به هیچ وجه موافق نیستم. هر تغییری باید در درون ایران به وسیله همه مردم ایران با مشارکت از این مردم ایران باید صورت بگیره و لا غیر و لا به نتیجه مطلوب نمیرسه. اگر امروز هم حکومت جمهوری اسلامی بره یک حکومت دموکرات بیا سر جاش بشینه ولی مورد مطالبه مردم نباشه، مردم باشن کاری نکنن، مردم اینو نخواسته باشن، به هیچ وجه توفیقی نخواهد داشت در پیاده کردن دموکراسی، در پیاده کردن آزادی های عمومی و حق تعیین سرنوشت. سپاسگزارم. با آقای دولت دیدگاه شما در این زمینه چیز کم هزینه ترین و بهترین راه و چی میدونید؟ بله من کاملا با جناب رئیسی موافق هستم. در من کم ترین هزینه، کم هزینه ترین راه برای برقراری مردم سالاری و بشر و دموکراسی در ایران البته گذر از جمهوری اسلامی از طریق نوفرمانی مدنی، اعتصابات، اعتراضات مدنی با پرهیز از هر گونه خشونت است.